به نام خداوند بخشنده و مهربان، با سلام عرض ادب خدمت شما بیننده‌های عزیز شبکه هدفمند نگین القیاس. خوش آمدید به یک دیگه از برنامه‌های دانشگاه سر. بنده محمد هارون عتیقی در خدمت شما عزیز قرار دارم. خواهمان طوری که در جریان ایم از بحث عیسایی به موضوعی رسیده بودیم به نام چارکا. چارکا بحث عیسایی ریاضی صنف 10. خب گفتیم که اگر ما بیاین معلوماتی که داریم، داتایی که جمع آوری کردین، بیم به 4 سه تقسیم کنیم. هر سیون میگن یک چارک. امیده که از نوم معلوم میشه چارک یعنی یک چارم. پس کل معلومات یا کل داتایی که ما داریم به 4 سه تقسیم میشه. یک سیو گفته میشه چی؟ یک سیو گفته میشه چارک. ما در بعض چارک ها سه چارک داریم. اگر بیاین ما معلومات بیشتر به صورت گرافی بررسی بکنیم، فرض بکنیم این معلوماتی که ما جمع‌آوری کردیم پس ما معلومات به چند سه تقسیم کردیم؟ به 4 سه. یک سه، دوی سه، سه سه، چهار سه. اینا رو میگیم چی؟ هر سه رو میگیم یک چارک. پس ما چند چارک داریم؟ سه چارک داریم. این قسمت تقسیمات اول ما چارک اول، چارک دوم، چارک چی؟ چارک سوم. خب حالا ما چارک اول به کیو یک نشون میدیم، چارک دوم به کیو دو نشون میدیم، به چارک سوم به کیو سه نشون میدیم. پس ما اگر بیاین معلوماتی که جمع‌آوری کردین، معلومات جمع‌آوری شده که در علم عیسایی میگفتیم داتا، این داتا خب بیاییم به 4 قسمت تقسیم کنین. هر قسمت از این میگن یک چارک. چارک اولی، چارک دومی و چارک سومی. معلومات ما چند سه شد؟ 4 سه. یک سه، دوی سه، سه سه، 4 سه. حالا در مورد چارک اولی چی میگیم؟ میگیم چارک اولی مقداریه که 25% داتای 25% از گفته چارک اولی مقداری که 25% داتاهای جامعه پایین تر از او قرار داره و 75% بالاتر از او قرار داره. من جا به جایی گرفتم چارک اولی، چارک دومی و چارک سومی. حالا ما اگر بر مبنای فیصدی بیاییم گفت بزنین، چون از 4 قسمت با هم برابره، کل از این هم 100% در نظر بگیرین، پس به حساب فیصدی میشه 25%، یا 25%، یه هم 25% و یه هم 25% کلن یا از اینجی تا اینجی 100%. پس ما گفتیم که اگر معلومات جمع‌آوری شده در علم عیسایی بیاییم به 4 سه تقسیم بکنیم، هر سر میگن یک چارک. پس چارک یعنی یک چارم. ما در علم عیسایی سه چارک داریم: چارک اولی، چارک دومی، چارک سومی. چارک اولی در کجا قرار داره دقیقاً؟ چارک اولی مقداریه که 25% داتا پایین تر از این قرار داره، 75% بالاتر. شما اگر بیایم این چارک اولی، خب چند فیصد داتا پایین از این قرار داره؟ 25%. چند فیصد بالاتر از این قرار داره؟ 3 تا 25% که میشه چند فیصد؟ 75%. چارک دومی 25% اینجی، 25% اینجی، کلن 50% داتا به پایین قرار داره و 50% به بالا قرار داره. چارک سومی 75% داتا به پایین از قرار داره، 25% به بالا از قرار داره. این هم شد بحث چارک ها. پس اگر ما داتا یا معلومات جمع‌آوری شده بیم به 4 سه تقسیم کنیم، بررسی رو میگیم یک چارک. ما در چند تا چارک داریم؟ 3 تا چارک داریم: چارک اولی، چارک دومی، چارک سومی. چارک اولی در جای قرار داره که 25% داتا پایین از اینه، 75% بالا اینه. چارک دومی 50% داتا به پایینه، 50% به بالایه. چارک سومی 75% داتا به پایینه و 25% به بالایه. خب حالا وقتی ما بخوایم چارک پیدا بکنیم چه کار میکنیم؟ میایم اول داتایی که برای ما داده شده اونا رو مرتب میکنین، بعد شماره گذاری میکنین، شماره چارک با استفاده از این فرمول پیدا میکنین: سی کیوی پی مساوی شده پی ان تقسیم 4 جمع یکی بر 2. این فرمولیه که برای دریافت شماره چارک به کار میره.
شماره 4 که از این فرمول پیدا میکنین، وقت شماره پیدا کردین، بعد همون شماره میگین این چارک، همون عددی که بالای از شماره قرار داره، میگیم این فلان چارکه، چارک اوله یا چارک دومه یا چارک سومه. خب بس چارک ها از کتاب مکتب ریاضی صنف دوم صفحه 367 بس چارک ها. خب سوالی که از ما پرسان کرده، گفته در شکل مقابر اگر این جامعه از مردم را نظر به طول قدشان به 4 سه مساوی تقسیم نماییم، هر سایان نمایندگی از چی میکنه؟ هر سی و نمایندگی از یک چارک میکنه. و فعالیتی هم که داده، گفته شکل مقابل مستطیلیه که توسط خطوط Q1, Q2, Q3 به 4 سه مساوی تقسیم شده. چند فیصد از مساحت های مستطیل زیر خط Q1 و چند فیصد مساحت آن بالای خط Q1 قرار داره؟ خب Q1 که ما نگاه کنیم 25% به پایین از این خط قرار داره و 75% به بالای از این قرار داره. و گفته چند فیصد از مساحت مستطیل زیر خط Q2 و چند فیصد بالای خط Q2 قرار داره؟ خط Q2 دقیقاً به وسطه. کل از این که 100%، 50% به پایین قرار داره، 50% هم به بالا قرار داره. بعد گفته چند فیصد مساحت مستطیل زیر خط Q3 و چند فیصد بالای خط Q3 قرار داره؟ Q3 که در نظر بگیرین 25% به پایین از این قرار داره، یعنی 75%، 25% به بالای از این قرار داره. خب الان اینجا گفته اعدادی که دیتار مرتب را به 4 قسمت مساوی تقسیم کنه، آنها را چارک های اول و دوم و سوم می نامند و به Q1 و Q2 و Q3 نشان می دن. خب چارک اول مقداریه که 25% داتا جامعه پایین تر از اونه و 75% بالاتر از اونه. چارک دومی مقداریه که 50% داتای جامعه پایین تر از اونه و 50% داتا بالاتر از اون قرار داره. و چارک سومی هم که 75% پایین قرار داره و 25% هم بالا قرار داره که این موضوعات گفتین. خب اگر داتا به صورت سعودی مرتب کنیم، گفته میانه داتا مساوی به Q2 میشه، میانه نیمه اول داتا مساوی به Q1 میشه و میانه نیمه دوم داتا مساوی به Q3 میشه. و در وقت محاسبه چارک ها مرایل زیر گفته در نظر بگیرین. گپ اول گفتیم داتا رو به طور سعودی مرتب میکنیم، داتای مرتب شده از 1 تا N شماره گذاری میکنین و محل پیوم یعنی شماره چارکه با استفاده از این فرمول دریافت میکنه. خب حالا بریم اینجا مثال داده، بریم روی مثال. گرچه بس چارکار در جلسه قبلی هم گفتین، همون چون بس نیمکاله بود، آماده ایم یک بار دیگه یک مروری بر چارکار داشته باشه. گفته فرض کنیم داتاها یا مشاهدات به دست آمده قرار ذیل باشه 90 85 90 85 80، 120 100 140 سوال برای ما گفته که فرض کنید داتاها یا مشاهدات به دست آمده قرار زیل داده شده باشه 90 85 80 120 100 140. گفته محل چارک اول و سوم محاسبه کنین، مقدار چارک اول و سوم به دست بیارین. خب ما اولین کاری که میکنین، داتا آخر گفتیم چیکار میکنین؟ در ابتدا گفتیم به طور سعودی مرتب میکنین. طور سعودی یعنی از کمترین داتا میریم به طرف بیشترین داتا. کمترین داتا ما بین 90 و 85 و 80 و 120 و 100 و 140 80. پس اینجا نوشته میکنیم 80. بعد از 80 85، بعد از اون 90، بعد از اون 100، بعد از اون 120 و در آخرم 140. حالا میگیم چی کار میکنیم؟ شماره گذاری میکنیم. میگیم شماره 1، میگیم شماره 2، میگیم شماره 3، میگیم شماره 4، شماره 5، شماره 6. حالا میریم شماره 4 که با استفاده از فرمولی که گفتیم
گفتیم چی؟ کیوی سی کیوی پی. فرمولی که داشته پی ضرب این تقسیم 4 جمع 1/2. وقتی میخواییم 4 کاولیر پیدا کنین، پس شما به جا پی میگذاریم 1. این چیه؟ تعداد داتاهایی که شما در اینجا داره. چند داتا داریم؟ 6 تا. 6 تقسیم چی؟ 4 جمع چی؟ 1/2. نتیجه 6/4 که اختصار بکنین میشه 3/2. جمع 1/2 هم که بکنین، چون مخرج ها 1 یه صورت ها رو جمع میکنیم، 3 و 1 4، 4/2 میشه 2. پس شماره چارک اولی یا چارک اولی در شماره 2 قرار داره. در شماره 2 چارکی که قرار داره چنده؟ 85. پس چارکی که در شماره 2 قرار داره یعنی شماره چارک اولی. ما به جای پی 1 گذاشتیم، چارک اولی در شماره 2 قرار داره که چند مقداری؟ 85. پس کیوی 1 برای ما پیدا شد. کیوی 1 مساوی شده به چی؟ 85. حالا میریم چیکار میکنیم؟ چارک دومی رو پیدا میکنیم. چارک دومی باز میایم به فرمول، میگن سی کیوی پی. به جای پی چند میگذاریم این بار؟ 2. 2 ضرب 6 تقسیم 4 مثبت 1/2. خب اگر بیایم اختصار بکنیم 2 6 تا 12 تا 12 که تقسیم 4 بکنین، 12 که تقسیم 4 بکنیم چند میشه؟ 1 4 به 4 3 4 12. خب بناله 2 6 12، 12 تقسیم 4 میشه 3، 3 جمع 1/2 هر چی که میشه. خب در این سوال بریم، ما گفته که چارک اول و سوم محاسبه بکنیم، با معذرت من دوم محاسبه کردم، حالا اینجا 3 بگذاریم. وقتی چارک سوم میگه 3 بگذاریم. خب 3 6 تا 18 تا، یا میشه یک اختصار هم بکنیم اینجا این 3 خودیو. اینا رو که به سر 2 اختصار بکنیم، 3 2 تا به 6 تا، 2 2 تا به 4 تا، مثبت 1/2 هم که اینجا داره، 3 3 تا به 9 تا، 9 1 10 تقسیم 2 میشه 5. پس شماره چارک سومی در شماره 5 قرار داره که چند میشه؟ 120. پس کیوی 3 مساوی شده به 120، چون به سوال گفته بود که چارک سومی رو پیدا بکنیم. چارک سومی در شماره 5 قرار داره که شماره 5 میشه چی؟ 120. حالا اینجا بره ما یک مثال داده. هم گاهی وقتا شما از این فرمول که پیش میرین شماره چارک شما اشاری میشه. بهترین روشه که در ابتدا کتاب گفته اگر داتار به صورت سعودی مرتب کنین، میانه داتار مساوی به کیو 2 قرار بدین، باز میانه نصف اول داتار مساوی به کیو 1 قرار بدین و میانه نصف دوم داتار مساوی به چی قرار بدین؟ به کیو 3 قرار بدین. خیلی راحت کیو 1 کیو 2 کیو 3 به دست میایه. حالا همینجوری نگاه بکنیم، من از فرمول استفاده نمیکنم. داتایی که ما اینجا داریم 80 85 90 100 120 140. ما میانه داتا یعنی داتای وسطی، اگر شماره داتا تاق باشه، اگر شماره داتا چی باشه؟ تاق باشه. خب اینجا ما تعداد داتا گفتیم، اگر تعداد داتا تاق باشه، ولی اینجا تعداد داتا 1 داتا 2 تا 3 4 5 6 تاق نیه، جفته. وقتی جفت باشه داتایی که وسط قرار میگیره، 2 تا اگه به این طرف بیای 80 85، 2 تا از این طرف بیای 140 120، به وسط چند میمونه؟ به وسط 90 و 100 میمونه. میاییم 90 و 100 که اینا میشه میانه. حالا ما وقتی خواسته باشیم میانه از ایران داتایی که جفت بود میانه رو حساب میکردیم، اوسط میگرفتیم، دو تا با 100 میمونه. 90 جمع 100 میکنیم، 90 میاییم جمع 100 میکنیم میشه 190. 90 جمع 100 و تقسیم 2 میکنیم، این مساوی قرار میدیم به کیو 2. خیلی ساده 90 جمع 100 میکنه میشه 190 تقسیم 2 میکنه. حالا اگر داتا تاق باشه خب یکی به وسط میمونه، همون میانه میشه چی؟ چارک دومی. خب بناله 190 که ما تقسیم 2 بکنین، 190 که تقسیم 2 بکنین، خب 80 اگر بگیم 95، 2 تا 90 180، 2 تا 5 تام به 10 تا 95 میشه. پس چارک
دومی شد 95 پیدا کردیم. الان چارک اولی رو چی رقم پیدا کنیم؟ خب شما وقتی که آمدین، وقتی که آمدین چارک میانه رو پیدا کردین، میانه از این دوتا، باز این دوتا جفته، درسته؟ جمع کنین تقسیم دو کنین، باز این دوتا هم جفته، جمع کنین تقسیم دو بکنین. پس به ترتیب چه کار میشه؟ شما میتونیم چاره کار دریافت بکنیم. حالا مثال دیگه دارین، میایم این مثال کار میکنیم. مثالی که در تمرین برای ما داده، گفته فرض کنیم داتاهای یا دیتاهای به دست آمده قرار زیل داده شده باشه، 100 برای ما داده، بعد 90، 190، 80، 120، 80، 120، 160، 140، 85، 160، 140، 85. داتا رو یک بار چک میکنم، 100، 90، 80، 120، 160، 140، 85. خب میام اینا رو مرتب میکنم، از قسمت نوشته میکنم. 100، 90، 80، 120، 160، 140 و 85. داتا رو دوباره نویسی کردم چون قسمت به زیر چاره کار نوشته شد. این داتایی که برای ما گفته فرض کنید دیتاهای به دست آمده قرار زیل باشه. حالا از ما چی خواسته؟ گفته چارک اول و سوم به دست بیارین، اعداد قبل از میانه رو بنویسین و اعداد بعد از میانه رو بنویسین. خب در ابتدای صفحه 368 کتاب ریاضی صنف 10 در بخش احصایه گفته اگر دیتا به صورت سعودی مرتب کنین. خب صورت سعودی مرتب بکنین یعنی از داتای خرد بریم به طرف داتای بزرگ. خب ما اینجا 100 داریم، 90 داریم، 80 داریم، پس خردترین داتا ما 80. اینا مرتب میکنیم، 80 بعدی 85، 80 85، 90، 100، 120، 120، 140، 160. ما آمدیم داتا رو چکار کردیم؟ به صورت سعودی مرتب کردیم. داتا رو به صورت سعودی مرتب کردیم. گفته اگر داتا رو به صورت سعودی مرتب کنیم میانه داتا مثلی به Q2. خب میانه چی رقم پیدا میکردیم؟ نگاه میکنیم تاقن تعداد داتا ما یا جفت 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 تاقن. وقتی تاق باشه 3 داتا قبل از میانه، 3 داتا بعد از میانه، میانه دقیقا به وسطه. پس میانه به دست آمد، چارک دومی میانه چند شد؟ 100. حالا چارک اولی چیه؟ خب اینجا بریم، ما خیلی واضح گفته میانه نیمه اول داتا، اینا میشه نیمه اول، میانه از اینا، یا به عبارت ساده وقتی داتا رو مرتب کردین به صورت سعودی شما چی کار بکنین؟ اگر تعداد داتا شما تاق بود، عددی که با سطح میانه یه، حالا بیاییم این میانه رو دیگه در نظر نگیریم، اینا رو به عنوان یک داتا میانه جدا پیدا کنه، از اینا میانه جدا، میانه از اینا چند میشه؟ باز تاق عدد وسطی 85، میانه از اینا چی میشه؟ داتای بعد از میانه، باز تاق عدد وسطی 140. پس ما تونستیم خیلی راحت بدون فرمول بریم چیکار بکنین؟ چارک اولی، دومی و سومی دریافت بکنین. خب هم شد صفحه 368 بحث چارک ها. بس بعدی داریم به نام گراف صندوقچه‌ای. ببینین گراف صندوقچه‌ای چیه. خب شماره که زیرنویس شما میتونیم که انتقاد و پیشنهادی که دارین به پیام با ما بفرستین، زنگ نزنین چون نمیشه که ما به تماس ها شما جواب بدین، فقط بحث مشکلاتی که برنامه داره میشه که به صورت پیام بریم ما
مشکلات برنامه رو بازگو کنین، جاهایی که مشکل داره ما کوشش میکنیم که مشکلات رفع کنیم. خب بعض گراف صندوقچه‌ای صفحه 369. خب حالا گراف صندوقچه‌ای چی هست و چه قسم رسم میشه؟ میایم روی از این مثال قبل میزنیم. گراف صندوقچه‌ای. خب ببینیم گراف صندوقچه‌ای اگر ما خواسته باشیم رسم بکنیم نیاز به چی داره. برای گراف صندوقچه‌ای، برای رسم گراف صندوقچه‌ای ما 5 گپ در نظر میگیریم. اول میایم مینیمم داتا رو پیدا میکنیم، بعد میایم چارک اولی رو پیدا میکنیم، بعد چارک دومی رو پیدا میکنیم، بعد چارک سومی رو پیدا میکنیم، بعد مکزیمم رو پیدا میکنیم. وقتی مکزیمم رو پیدا کردین، خب چی رقم میایم رسم میکنین؟ از کمترین مقدار، یعنی از مینیمم، یه خط افقی میکشین به طرف چارک اولی. از چارک اولی تا چارک سومی یک صندوقچه جور میشه و بعد از چارک سومی یک خط افقی رسم میکنیم به طرف مکزیمم داتا. گرافی که به دست میایه به این میگن گراف صندوقچه‌ای. و اینجا هم بیامادم به این بس اشاره شده، گفته اگر چهار کنج یک تخته کاغذه، چهار مربع کوچک که هر مربع که هر ضلع آن 5 سانتی متر طول دارد جدا کنید و این برودگی ها را به طرف بالا قاد کنید، شکلی که به دست می آید مشابه به چیست؟ خب مشابه به یک صندوقچه دیگه. چرا؟ چون اگر ما بیاییم اینجی کاغذ ببینم که یک کاغذ بیکاره برای ما بدین، گفته که از چهار کنج یک تخته کاغذ، یعنی یک تخته کاغذ، این هم چهار کنج از این. حالا ما میایم به صورت تقریبی همین کار انجام میدین. چهار تا مربع جدا میکنین، تقریبی حالا این کار انجام میدین، از این کنج هم همین کار میکنین، یک کنج، کنج دیگه هم همین چیزی که کتاب گفته انجام میدین، این دو کنج، کنج سوم هم این کار انجام میدیم. سه کنج، کنج چهارم هم این کار انجام میدیم. اما خب کتاب بگفته بود که هر کدوم 5 سنتی باشه، یعنی دقیق باشیم. خب فرق نیاله، چهار تا مربع جدا کنیم به میشکل. خب از چهار کنج یک تخته کاغذ، چهار مربع کوچک هر ضلع 5 سانتی متر باشه که هر ضلع 5 سانتی متر طول داره جدا کنین و این برودگی ها گفته به طرف بالا قطع کنین. این هم به طرف بالا قطع میکنین، این هم به طرف بالا قطع میکنین، این هم به طرف بالا قطع میکنین، این هم به طرف بالا قطع میکنین و بعد میایم این باز میکنین، میشه صندوقچه. حالا اگر به شکل در نظر انمی گراف، گراف چیه؟ گراف صندوقچه ایه. خلاص. خب فعالیت گفته تعداد مریضانه که در یک شفاخانه طی 17 روز مراجعه نمودن قرار زل ثبت شده. 11 10 15 23 14 27 16 17 24 28 13 31 31 18 25 26 19. بعد گفته میانه از اینا رو پیدا کنین. خیلی خوب داتا رو میای مرتب میکنین. اگر تاق بود همون عددی که با وسط قرار داره میشه میانه. اگر جفت بود دو عدد با وسط قرار میگیره، او دو عدد جمع بکنیم تقسیم دو بکنیم میشه میانه. بعد گفته اعدادی که در نیمه قبل از میانه قرار داره بنویسین و برای این اعداد میانه پیدا بکنین، اعدادی که در نیمه بعد از میانه قرار داره بنویسین و برای این اعداد هم میانه پیدا بکنیم، چارک دومه
یا کیودو به کدام عدد مطابقت میکنه؟ میگه پای که ما بر شما در دریافت چارکا گفتم داتا خود مرتب میکنیم به صورت سعودی. حالا اینجی پر ما داتایی که داده من یک بار مینویسم کتاب ریاضی صنف 10 صفحه 369 11 10 15 23 14 27 16 17 24 خب 28 13 31 18 25 26 و 19 خب یه گفته تعداد مریضانیه که در یک شفاخانه تا 17 روز مراجعه کردن. مثلا روز اول 11، روز دوم 10، باز 15، باز 23. پس داتا ما 17 تایه. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 تا. یعنی در 17 روز تعداد مریضا ثبت شده. گفته میانه پیدا بکنه. خب، اول ما میایم داتا رو مرتب میکنیم از کمترین به بیشترین. کمترین داتایی که داریم ده بعدی و 11 خب چک میکنیم میبینیم که بعد از 11 13 ده شد خط میکشم روی اون 11 شد ده شد روی خط میکشم 13 رو نوشته کردم. بعد از اینا کمترینی ببینیم چنده 14 15 14 هم شد 15 هم شد بعدی و 16 هفده شمزه هفده هم شد و در این قسمت هجده هجده هم شد و در این قسمت نوزده نوزده هم شد. خب نوزده بعد از این 23 دارین 24 دارین 25 دارین 26 دارین 31 دارین 28 دارین. خب 23 کمتره 23 و 23 هم شد. اینجا 25 داریم 26 داریم 25 کمتره 25 و 25 هم گرفتین 26 26 هم گرفتین. خب چند موند؟ دو تا 31 31 و 31 دو تا ما 17 تا یعنی 17 تا 8 تا از یک طرف میایین 1 2 3 4 5 6 7 8 و دور از این خط میکشین هشت هم باید اینا باشه. خب یک دو سه چهار پنج یک بار چک میکنم ببینم که درست نوشته کردم عداده عداده که در این قسمت داریم 11 ده داریم نوشته شده یک باشه چک کنم اینا یک دو سه چهار پنج شیش هفت هشت نو ده 11 12 13 14 و در این قسمت 17 تا داشتین 1 2 3 4 5 6 7 ها 27 نوشته نکردیم نه. خب 27 از قید قلم مونده بود 27 خب 27 هم دیگه خط میکشین 31 31 31 31 بعد اینا 17 تا بشه 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 یه دیگه باسه از قید قلم مونده در نوشته کردین 11 هم نوشته کردین خوی دوتا خب 13 هم نوشته کردین ها یعنی 28 هم مونده 28 31 دو 31 و رو 31 هم خط بکشم 24 هم 23 اینجی 24 هم بونده 24 روی 24 هم خط بکشم الان دیگه 17 تا پوره شده 100 درصد 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 خود تعداد داتا 17 تا خود چون در 17 روز همین تعداد مریض مراجعه کرده به شفاخونه حالا ما میانه چی رقم حساب میکنیم تعداد داتا تاقه
پس وقتی تعداد داتا تاق باشه 8 تا قبل از میانه، 8 تا بعد از میانه، 8 تا 8 شمزه با میانه میشه 17. حالا ما اینجا میاییم میگیم 1 2 3 4 5 6 7 8. پس اینجا دور از این خط میکشیم، 8 تا باید بعد از این باشه، 1 2 3 4 5 6 7 8. پس میانه شده 19. حالا میانه که شده، میانه رو به MD نشان میدهیم، میانه شده 19، میانه برابر به چارک دومی، پس چارک دومی شد 19. خب حالا ما اگه خواسته باشیم چارک دومی که پیدا کردیم، چارک اولی رو اگر پیدا کنیم، الان میانه رو وقتی پیدا کردیم، داتای قبل از میانه، باز میایم برای از اینا میانه پیدا میکنیم، 1 2 3 4 5 6 7 8. خب سه تا از این بر میاییم، سه تا هم از این بر، به وسط چند میمونه؟ به وسط 14 و 15 میمونه، 100 میگیریم، 14 و 15 جمع میکنه میشه 29، تقسیم 2 میکنه میشه 14 و نیم. پس چارک اولی هم پیدا شد، 14.5. حالا اگر خواسته باشیم چارک سومی رو پیدا بکنیم، باز اینجی در حقیقت 8 تا به این بر میمونه، 1 2 3 4، البته 3 تا میاییم، 1 23، 24 هم 2، 25 هم 3. از اینجا 1 2 3، 2 تا وسط میمونه، 26 تا 27. خب 26 تا 27 میایم با هم جمع میکنیم میشه 53، 53 تقسیم 2 میکنیم، 53 تقسیم 2 میکنیم میایم میشه کیو 3. پس کیو 3 هم شد 53 بر 2، حالا هر چی که میشه. پس ما اومدیم چارک اولی رو پیدا کردیم، چارک دومی رو پیدا کردیم، چارک سومی رو پیدا کردیم. حالا ما گراف چی رقم بیایم رسم بکنیم؟ بیشترین داتایی که ما داریم 31، کمترین داتایی که ما داریم 10. پس میام این نارپاک میکنم، خب کمترین داتایی که داریم گفتیم چنده؟ 10. اینجا میاییم یه خط میکشین، به این قسمت میگیم 10. بیشترین مقداری که داریم 31. 31 چارک اولی رو هم داریم، دومی رو هم داریم، سومی هم داریم. چارک اولی چند شد؟ چارک اولی شد 14.5، یعنی 14.5. حالا فرض میکنیم اینجا باشه 14.5. چارک دومی چند شد؟ 19. اینجا باشه 19. چارک سومی چند شد؟ 53 تقسیم 2، 26 تا 26، 6 تا 7 13، 13 مرسی حاصل از 1 2 2 4 4 1 5، 53. 53 که تقسیم 2 کنیم، 2 تا به 4 تا 1 باقی، 0 پایین میاریم، نه 6 تا 12 تا. خب اشار 0 بالا، 26.5، 26.5. این جمال فرض کنیم 26.5، 26.5، 26.5. خب انالی ما کاری که میگیم انجام میدین، از کمترین مقدار خواه یه خط افقی میکشیم تا به چارک اولی. خواه حالا چارک اولی خواه وقتی که ما خط کشیدین، میایم این جگاه ببین چارک اولی یک صندوقچه جور میکنیم، یک از این میرین تا به چارک سومی یک مستطیل رسم میکنیم، چارک سومی بعد میایین اینجی شد به این شکل. انالی ای چارک اولی، ای هم چارک دومی که وسط باید بیایه، ای هم چارک سومی. باز از این چارک سومی یه خط افقی میکشیم به مکزیمم داتا. این گرافی که به دست میایه میگن گراف چی؟ گراف صندوقچه‌ای. خدا کنه که بحث گراف صندوقچه‌ای فهمیده باشیم، خیلی راحته. اول میایم چیکار میکنین؟ کمترین مقدار پیدا میکنین، بعد میشترین مقدار پیدا میکنین، چارک اولی، چارک دومی، چارک سومی. چارک اولی یک خط میکشیم به چارک دومی، از چارک دومی تا چارک سومی یک مستطیل جور میکنیم، از چارک سومی یک خط میکشیم به بیشترین مقدار. پس اول میایم کمترین مقدار که میشه مینیمم، بیشترین مقدار که میشه مکزیمم، چارک اولی و دومی و سومی. از این خط افقی میکشیم به چارک اولی، از چارک اولی تا چارک سومی یک مستطیل جور میکنیم و از چارک سومی تا به مکزیمم هم یک خط افقی میکشیم. گرافی که به دست میایه به نام گراف صندوقچه یاد میشه. خدا کنه که درس امشب استفاده مفید کرده باشیم. وقت ما در اینجا پایان میرسه، امیدوارم که موفق و کامیاب باشیم. وقت برای شما خوش، موفق.